لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سلام و درود عرض میکنم خدمت همه عزیزان بیننده. بار دیگر ایام سوگواری سرور آزادگان و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و یارانش را گرامی میداریم و برای همه رهروان مکتب عاشورا تسلیت عرض مینمایم. خدا را سپاسگزار هستم که باز هم توفیق رفیق شد تا از دریچه تلویزیون ارزشگرای راه فردا در خدمت شما و در محضر شما عزیزان باشم. در این فرصتی که در خدمت شما هستم، پیرامون یکی از مهمترین درسهای مکتب عاشورا، یعنی درس مسئولیت پذیری و انجام مسئولیت، درس وظیفه شناسی و انجام وظیفه، مطالبی را خدمت شما عزیزان به عرض می رسانم. قبل از این که در این زمینه صحبت نمایم، مقدمتاً باید یادآوری کنم که یکی از مهمترین وظایفی که خدای متعال به عهده ما گذاشته است، تعظیم شعائر الهی است. خداوند در قرآن می فرماید: از شعائر الهی تجلیل و گرامی داشت به عمل بیاورید. بدون شک عاشورا یکی از شعائر الهی است. عاشورای حسینی یکی از شعائر الهی محسوب میشه و ایجاب میکنه که از عاشورا و شهدای کربلا تجلیل و گرامی داشت به عمل بیاید. چرا؟ چون عاشورا یکی از نمادهای مکتب حقه اسلام است. البته فراموش نکنیم که تجلیل از عاشورا فقط برای برانگیختن عواطف و احساسات مردم نیست. هدف این نیست که عواطف و احساسات مردم برانگیخته شود. حتی هدف این نیست که عاشورا را گرامی بداریم برای صرف گریه و زاری و اشک و ماتم، بلکه گرامی داشت عاشورا برای این است که از عاشورا الهام بگیریم و درس بیاموزیم. عاشورا و مکتب امام حسین در بردارنده درسهای بسیار فراوان است. مهمترین درس عاشورا را که خدمت شما عزیزان به عرض میرسانم، درس مسئولیت شناسی و بدوش کشیدن مسئولیت و انجام وظیفه است. شما ببینید مولانا امام حسین علیه السلام و اصحابش می توانستند مثل بسیار از معاصرینشان بروند در یک گوشه انزوا اختیار کنند، عافیت طلبی کنند، محافظه کاری کنند، یا در کنار مسجد رسول خدا بنشینند و به عبادت بپردازند، اما در خصوص مسئولیت‌های اجتماعیشان کاری نکنند، در قبال جامعه و شرایط موجود به تفاوت باشد. اما امام حسین هیچگاهی گوشنشینی اختیار نکرد، به پا خواست و وظیفه خود را انجام داد. امام حسین وقتی میخواست از مکه به سوی کوفه برود، بعضی از اصحاب از جمله ابن عباس به امام حسین یادآور شد که رفتن به سمت عراق و کوفه به صلاح نیست، ولی حضرت امام حسین فرمود: با آن که میدانم تو از روی خیرخواهی و شفقت مرا از رفتن به کوفه منع میکنی، ولی من تصمیم خود را گرفتم. اینها نشان دهنده آن است که امام حسین خود را بر انجام تکلیف مهیا کرده بود و هیچ چیز امام حسین را از انجام وظیفه باز نداشت. وقتی دو نفر از طرف والی مکه
برای امام حسین امان نامه آوردن تا از این طریق او را از این سفر باز دارد. حضرت امام حسین علیه السلام فرمود پیامبر را در خواب دیدم و با یک امر بسیار مهم فرمان یافتم و مأموریت پیدا کردم و میخواهم که این مأموریت خود را انجام بدهم، به زیانم باشد یا به سودم. این همان تبعیت از تکلیف است که آقا امام حسین علیه السلام آن را در پیش گرفته. همه ما مکلف هستیم و در زندگی تکالیفی داریم. گاه تکلیف گفتن حرف حق هست ولو به ضرر ما تمام شود. گاهی تکلیف سکوت است. گاهی تکلیف دفاع از مظلوم است. گاهی تکلیف و وظیفه دستگیری از ضعفا و مساکین است. به هر حال مهم این است که ما باید وظیفه شناس و زمان شناس باشیم و به اقتضای شرایط وظیفه خود را بشناسیم. مهمترین پیام عاشورا برای همه مسلمانان، مخصوصا متولیان جامعه و کسانی که تأثیرگذار هستند و اونهایی که در یک موقعیت ویژه اجتماعی قرار دارند، شناخت وظیفه و انجام وظیفه است. اگر مردم در زمان حسین ابن علی در سال 61 هجری در سرزمین کربلا وظیفه خود را به درستی می دانستند و وظیفه خود را انجام می دادند و مثل شهدای کربلا از امام حسین حمایت می کردند و به وظیفه دینی خود عمل می کردند، مسلماً مسیر تاریخ طور دیگری ترسیم می شود و سرنوشت اسلام و مسلمین به نحو دیگری رقم می خورد. ما که امروز در کربلا نبودیم و میگیم یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، اما امروز ما باید شکل‌های مختلف تکلیف را بشناسیم و نسبت به انجام وظیفه خود مقید باشیم. همه ما مأمور به انجام وظیفه هستیم، نه مأمور به نتیجه. شما ببینید با برکت همین تکلیف و انجام وظیفه است که انسان از چنگال زمین رها میشه و به سوی عالم بالا پرواز میکنه. خب مبنای تکلیف انسان چیست؟ ببینید عزیزان، انسان مکلف است. چرا؟ به دلیل این که خداوند برای انسان عقل و خرد و اندیشه و قدرت تشخیص حق و باطل و خوب و بد را برای انسان عنایت کرده و مهمترین وجه تمایز انسان با حیوان همین بهره‌مندی از عقل و خرد است. انسان به حکم عقل نمیتونه به تفاوت باشه، به مسئولیت باشه. حیوان میتواند. چرا؟ چون فاقد عقل است، خرد ندارد. اگر یک حیوان بالای یک حیوان حمله کند، هیچ کسی حیوان را ملامت نمی کند. چرا؟ چون حیوان عقل ندارد، خرد ندارد. حیوان را کسی به خاطر نودوست بودنش، نودوست نبودنش ملامت نمی کند، چون نودوستی لازمه عقل است. هیچگاه حیوان را به خاطر عدم رعایت آداب در برخورد با حیوانات دیگر ملامت نمی کند. حیوان را خداوند غریزه داده، اما فقط در حیطه خوردن و خوابیدن، و اما حیوان عقل ندارد، لذا مسئولیت ندارد، لذا تکلیف خاصی هم ندارد. اما انسان عاقل است، مختار است، اندیشه و فکر دارد. انسان موجودی است که خداوند به او عقل و خرد داده به عنوان پیامبر درونی و هادی و رهنما، و به موجب همین بهره‌مندی از عقل و خرد نمیتواند به توجه و به تفاوت باشد. اگر مسئولیت شناسی در زندگی انسانها طلوع کند، زندگی بهاران میشه، جامعه بالنده میشه. شما ببینید جامعه زمانی دچار زوال و انحطاط میشه و
و رو به سقوط میره که افراد جامعه مسئولیت خود را به درستی انجام ندهد. همه افراد جامعه نسبت به همدیگر مسئولیت دارد. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. یک آموزگار در مقابل دانش آموزان مسئولیت دارد، باید وظیفه خود را که همان تدریس و انتقال مفاهیم باشد اون را به درستی انجام بدهد، یعنی اوقات گرانبهای شاگرد را به هیچ وجه هدر ندهد. مدیر یک اداره و شرکت نسبت به کارمندانش مسئولیت دارد. نماینده و بزرگ جامعه، روحانی مسجد، پدر در مقابل فرزند، زن و شوهر نسبت به همدیگر مسئولیت هایی دارد. یک کارگر در مقابل دریافت مزد مسئولیت دارد تا صادقانه انجام وظیفه کند، در انجام وظیفه کوتاهی نکند، غل و غش در کار و در وظیفه وجود نداشته باشد. به هر حال انسان در زندگی روزمره خود مسئولیت های فراوانی دارد که در این فرصت برخی از اونها را خدمت شما عزیزان یادآوری میکنم. اولین مسئولیت انسان مسئولیت در برابر خدای متعال است. انسان حداقل چند تا مسئولیت مهم در برابر خدای متعال دارد. اولین مسئولیت ما در برابر خداوند شناخت و معرفت خدای متعال است، به سبب تفکر و توجه به آیات و نشانه های خدای متعال. شما ببینید خداوند چقدر نشانه قرار داده. کائنات، عالم هستی، نظام هستی، همه اینها بیانگر وجود خدا و قدرت خدای متعال است. حضرت علی فرمود اول الدین معرفت الجبار. اساس دین و دینداری شناخت و معرفت خدای متعال است. در جای دیگر حضرت علی می فرماید ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. هیچ چیز را من ندیدم مگر اینکه قبل از آن و همراه آن و بعد از آن خدا را دیدم. ما وظیفه داریم خدا را بشناسیم و آدرس برای شناخت خدا هم بسیار فراوان است. وظیفه دوم انسان در برابر خداوند متعال عبادت بار تعالی است. وقت انسان خدا را شناخت، با صفات جمال و جلال خداوند آشنا شد، خدا را شایسته عبادت می داند. قرآن می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما انس و جن را خلق نکردیم مگر برای عبادت و بندگی. انسان از رهگذر بندگی و کمالات و مقامات دست پیدا می کند، در پرتو بندگی به قرب الهی می رسد. بندگی کن تا که سلطانت کنند، تن رها کن تا همه جانت کنند. خوی حیوانی سزاوار تو نیست، ترک این خو کن که انسانت کنند. از چه شهوت قدم بیرون گذار تا عزیز مصر و کنعانت کنند. این دومین وظیفه. سومین وظیفه در برابر خدای متعال ذکر و یاد خدا است. ذکر یعنی توجه قلبی به ساحت مقدس خداوند. ذکر یعنی حضور، یادآوری حضور و صفات جمال و جلال خداوند در صحنه زندگی. ذکر یعنی خدا را در همه جا حاضر دیدن. به قول شاعر که میگه به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به صحرا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. این سه تا وظیفه مهم را حداقل ما در برابر خداوند داریم: شناخت خدا، عبادت خدا و ذکر و یاد خدا و انجام دستورات خداوند. دومین مسئولیت انسان مسئولیت در برابر خودش است. ما در قبال خود و در قبال سرنوشت خود مسئولیت داریم. ببینید عزیزان، انسان تنها موجودی است که میل به کمال طلبی و بلند پروازی دارد. انسان دوست دارد که روز به روز رشد بکند و
و مقامات عالیه دست پیدا بکند و خداوند استعداد و ظرفیت رسیدن به مقامات عالیه را در وجود همه انسانها قرار داده، یعنی همه انسانها به صورت بالقوه استعداد دارد تا به مقامات اولیای الهی دست پیدا بکند، به مقامات مادی دست پیدا بکند، مخترع شود، مجتهد شود، مهندس شود، پزشک شود و به هر جایی که امکانات باشد برسد. مسئولیت انسان در برابر خودش این است که نگذارد این استعدادها و ظرفیتها ضایع شود، نگذارد این ظرفیتها هدر برود، باید توانایی‌های خود را به فعالیت برساند. این مهمترین وظیفه ما در قبال خود ما است که استعدادهای خود را به فعالیت برسانیم و در برابر جسم خود که ما دارای دو بعد هستیم، یک بعد جسمی و یک بعد روحی، در برابر جسم خود هم ما حداقل سه مسئولیت داریم. اولین مسئولیت در برابر جسم اینه، انسان موظف است که نیازهای جسمی خود را تأمین کند. چرا؟ چون جسم وسیله و قالب روح و ابزار عروج انسان به عالم ملکوت است. اگر جسم دچار سستی شود، سیر معنوی را دچار اشکال می کند. دومین مسئولیت در برابر جسم این است، از هر چیزی و هر کاری که به جسم ضرر وارد می کند باید پرهیز شود. یعنی انسان مکلف است از آسیب رساندن به جسم خود جلوگیری کند، یعنی توجه به سلامتی یک امر بسیار مهم و ضروری است. و آخرین مسئولیت در برابر اعضای بدن این است که انسان باید تلاش کند توانایی‌های جسمی خود را در مسیر بندگی و طاعت خداوند استفاده کند، به تعبیر دیگر با اعضای بدن گناه نکند، با اعضای بدن معصیت نکند و کار خلاف رضای الهی انجام ندهد. یعنی با چشم، با گوش، با زبان و با دست و پا اینها را مدیریت بکند، با اینها کار خلاف انجام ندهد. اینها وظایفی است که در برابر خود داریم. به هر حال خلاصه کلام این که یکی از درس‌های مکتب عاشورا درس وظیفه شناسی و انجام مسئولیت است. حضرت ابا عبدالله الحسین در سال 61 هجری بر مبنای همین روحیه مسئولیت شناسی و انجام وظیفه به پا خواست و نهضت شکوهمند عاشورا را به وجود آورد. ما هم در عصر خود و در شرایط خود وظایف متعددی داریم که برخی از اونها را خدمت شما عزیزان به عرض رساندم. خداوند برای همه ما توفیق انجام وظیفه و وظیفه شناسی عنایت کند و بتوانیم از آموزه ها و درس های مکتب عاشورا بهره ببریم. آمین یا رب العالمین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.